اصلا مشکل جوونا رو خودشون باید حل کنن. چه مسلمونیه که خون انسان ها رو حلال بده نمشو سرش خود خون ها داره. نه به نظر من ما اسلام کلا درست این برای روی منبر حجاب اجباری برای زندگیه. 100 هزار سوری خونش گردن کی علمای جامعه باید عمل کنن به خاطر همین شبکه‌های خراب ما. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. سلام گرم ما رو از استدیو شبکه جهانی نور در این هوای گرم که پیش ما خیلی گرمه، هم داخل استدیو هم بیرون استدیو، فصل تابستونه و گرما و دیگه خیلی چیزای دیگه، پذیرا باشید. از استدیو شبکه جهانی نور و برنامه کافه نور در خدمت شما عزیزان هستیم با یک موضوع داغ و بسیار مهم، تابستونه و اوقات فراغت. ماهد جان بندم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان بیننده. همینطور که کاکسن گفتن در مورد اوقات فراغت با شما صحبت خواهیم کرد، از اینکه چطور با اوقات فراغتمون کنار بیایم تا اینکه چه خطراتی داره اوقات فراغت برای یک جوان، یک نوجوان، یک کودک، تا اینکه چه برنامه‌ریزی های منفی برای اوقات فراغت دانش آموزان در جمهوری اسلامی میشه برای اونها، همه و همه در این برنامه بهش پرداخته خواهد شد و مهمتر از همه نقطه نظرات شما عزیزان بیننده هست که میتونید از طریق شبکه‌های مجازی نور با ما در ارتباط باشید، از طریق اینستاگرام، از طریق تلگرام و از طریق فیسبوک شبکه جهانی نور که الان خیلی از دوستان از طریق فیسبوک و صورت لایف دارن ما رو مشاهده میفرمایند، میتونید کامنت بذارید. کامنت شما همین الان توی برنامه خونده میشه. به همین منظور بنده یک پست میذارم توی صفحه اینستاگرام شبکه جهانی نور و همطور فیسبوک و دوستان نظرات خودشون رو اونجا برای ما کامنت بذارن در مورد اوقات فراغت که با اوقات فراغتتون چه کارهایی انجام میدید. از کاک حسن عزیز شروع میکنیم و بفرمایید. سلام دوستان عزیز از سلام دوستان عزیز از کافه نور. بله سلام. سلام دوستان عزیز از کافه نور با شما هستیم. تابستون اومده و اوقات فراغت، شما اوقات فراغتتون رو تو تابستون چجوری پر میکنید؟ بیننده این برنامه باشید و نظرات خودتون رو زیر همین پست بذارید. اوقات فراغت برای شما چه خطراتی پیش رو داره و برای فرزندانتون اگر پدر و مادر هستید چه برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت دارید؟ کامنت بذارید. کامنت شما همین الان در برنامه زنده کافه نور خونده میشه انشالله. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که به هر حال در سنن ترمذی اومده فرمودن که انسان در قیامت از پنج چیز الله متعال ازش سوال میکنه. اولین چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن از عمرشه، از وقتشه. این عمری که ما الله متعال به ما داده و این عمر امانت نزد ما، یعنی چطوری یک امانت رو دست یک شخصی میدیم؟ مثلا خودکاری رو میدید به دوستتون، وسیله رو میدید به دوستتون، تشبیه نباشه، این امانت رو شما با یک سری شرط و شروط بهش میدید. این دوستتون انتظار دارید از اون وسیله استفاده خوب بکنه، مراقبت بکنه. دقیقا این عمر ما، این وقت ما هم امانتیه که الله متعال به ما داده و ما چجوری میتونیم از این امانت، از این عمری که به ما داده شده استفاده بهینه رو ببریم. وقت به قدری مهمه که الله متعال در قرآن بهش قسم یاد کرده، والعصر. حالا من نمیخوام وارد این بحثا بشم که قسم به غیر خدا جایز نیست و اینا، بحث جداگونه، ولی این نشون دهنده اینه که چقدر وقت و زمان و عمر ما مهمه. پس ما باید برای اوقاتی که به نظر خودمون حالا اوقات فراغت و بیکاریه باید برنامه داشته باشیم، باید براش بتونیم یک سری کارهایی رو در نظر گرفته باشیم که این اوقاتی که حالا به نظر ما فراغته و فارغ و هیچ فایده ای نداره و هیچ برنامه‌ریزی براش نداریم، ما باید حتما بتونیم برای این اوقاتمون یه سری کارهایی انجام بدیم. تابستون برای دانش آموزا، برای دانشجو، برای معلما و برای خیلی از افراد به صورت کلی اگه خدمتون عرض کنم اوقاتیه که بیشترین فراغت رو برای این قشر از جامعه داره. شمایی که دانشجو هستی، شمایی که دانش آموز هستی، شمایی که معلم هستید، از این اوقات چجوری استفاده میکنید؟ این اوقات همونطوری که خدمتون عرض کردم امانته و الله متعال از ثانیه به ثانیه، از صدم ثانیه به صدم ثانیه زندگی ما در قیامت میپرسه و بازخواست میشیم. 3 ماه تعطیلیم،
دو هفتهش تقریبا رفت، چجوری ازش استفاده کردیم و یا میخوایم چجوری ازش استفاده کنیم؟ یه مشکلی که توی جامعه ما وجود داره اینه که فراغت به معنی آسودگیه، یعنی این که ما یه وقتهایی رو فارغ از کاری که باید انجام بدیم قرار میدیم برای اینکه بتونیم فارغ باشیم و آسوده باشیم توی این قضایا، توی این وقت، و کمک میکنه به بهداشت روان ما. درست. و اما این یک خلل میتونه باشه توی جامعه ما، اینکه ما یک وقت به عنوان اوقات فراغت داشته باشیم که میتونیم کارهایی که دوست داریم توش انجام بدیم و بقیه اوقات ما کارهایی رو انجام بدیم که دوست نداریم، یعنی اینجوری برداشت میشه. و این اوقات فراغتی که برای کودکان، نوجوانان و جوانان تعریف میشه یک تابستون به بزرگی یک تابستونه که در این تابستون اوقات بیکاری دارن که حالا باید ببینیم چطور میتونن اوقات بیکاریشون رو پر کنند. تا همینجاش یک خلل اجتماعیه. اگر ما تو جامعه پیشرفته بخوایم نگاه کنیم و تو جامعه ای که در واقع قرون برتر اسلامی بوده در زمان رسول الله علیه السلام و بعد از اون، اوقات فراغت در واقع تمام اوقات ها بودند در حالی که کارهایی رو که انجام میدادن دوست داشتن، یعنی این آسودگی و بهداشت روان رو با کارهای مفیدی که دوست داشتن همیشه سپری میکردن و این سبب میشده که جامعه رو به جلو بره. اما موضوع برنامه ما نمیخوایم خیلی بزرگ بهش فکر کنیم که چیزی رو که نمیتونیم تغییرش بدیم در موردش صحبت کنیم. میخوایم توی این برنامه بپردازیم به اینکه توی اوقات فراغتی که توی این جامعه داریم، تو هم سه ماه تابستونی که میتونیم کارهایی رو که دوست داریم انجام بدیم، چجوری سپری کنیم که بهترین نحو انجام بشه. قبل از اون با هم صحبت میکردیم در این مورد، یکی از مؤسسه های آموزش و حفظ قرآن کریم توی کشور کویت که تحت نظر، نمیدونم شاید بشناسید یا نه، شیخ فهد الکندری بود، یکی از قاریان معروفه، برنامه به قرآن اهتدیت اگر شما دیده باشید در واقع کار ایشون هست. این مؤسسه میاد برنامه ریزی میکنه در طول 6 سال اول، از سال اول ابتدایی تا سال ششم ابتدایی، یعنی جایی که ابتدایی تمام میشه و میرم وارد راهنمایی بعدی میشن، راهنمایی میشن. در این 6 سال یک برنامه ریزی بسیار دقیق و عالی داره که قرآن رو کاملا حفظ میکنن. یعنی ما تماما کسانی که عضو این مؤسسه میشن بلافاصله بعد از تمام شدن دوره ابتداییشون فقط با استفاده از اوقات فراغت تابستون و تعطیلات آخر هفته در طول سال قرآن رو کاملا حفظ میکنن. به چه صورت؟ این صورت که در به صورت فشرده توی ماه، توی تابستون، سه ماه تابستون 5 جزء از قرآن کریم رو حفظ میکنن. 5 جزء از قرآن کریم فقط توی تابستون به صورت فشرده برنامه‌ریزی، مثل حالت مدرسه سر کلاس درس، 5 جزء از قرآن رو توی تابستون حفظ میکنن و توی طول سال، باقی سال که مدرسه هست، فقط در اوقات آخر هفته میان این 5 جزء رو مرور میکنن برای اینکه کاملا در ذهن جا بگیره و فراموش نشه. و هر سال میشه 5 جزء و بعد از 6 سال قرآن رو کاملا حفظ میکنن. یعنی الان اینها کسانی رو دارن و تعدادشون هم کم نیست، دانش آموزانی که اول راهنمایی هستن و حافظ کل قرآن هستن با اتقان، چون که 5 جزء در طول سال دیگه در طول سال اومدن دور می‌کردن. 5 جزء رو فشرده در تابستون که اوقات فراغت دارن، اوقات آسودگی دارن، حفظ میکنن و بقیه‌اش رو هم. و چقدر جالب بود که ما گفتیم اوقات فراغت یعنی اوقاتی که آسودگیه برای یک شخص و نمیخواد اذیت بشه توی این اوقات و کارهایی رو میکنه که دوست داره. چقدر جالب بود کودکانی که قرآن رو دوست داشتن، خودشون آرزو داشتن تابستون بشه برن شروع کنن به یاد گرفتن و حفظ بقیه قرآن کریم. واقعا این پیش زمینه میخواد معاهد، البته امیدوارم در خانواده های ما هم بر حال در هر جایی که صدا و تصویر ما رو میبینن در ایران، افغانستان، تاجیکستان، کشورهای اروپایی و یا دوستایی که از طریق فیسبوک در امریکا دارن صدا و تصویر ما رو میبینن، این زمینه رو باید خانواده ها خودشون فراهم کنن، این ذوق و علاقه رو باید خودشون فراهم کنن.
همه ما خطرات بیکاری رو میدونیم. متاسفانه تحقیقات نشون داده خیلی از افرادی که گرایش پیدا کردن به کشیدن سیگار و مواد مخدر و انواع بزهکاری هایی که در جامعه ما میبینیم، یکی از دلایلش بیکاری بوده. شخص بیکار بوده، اثر کنجکاوی رفته سیگار کشیده. شخص بیکار بوده، اثر کنجکاوی رفته یه چیزی رو از یه جایی برداشته و بعدها منجر شده به سرقت و دزدی و فجایع خیلی بزرگتر. بیکاری خیلی خطرناکه و ما شخصی که بیکاره، حتی اگه بگیم بچه کوچیکم نباشه، یک آدم بزرگم باشه، حتما باید برای خودش فوراً برنامه ریزی کنه و اوقاتی رو که به قول معروف بیکاره براش برنامه داشته باشه و بتونه سری چیزهایی رو جایگزین کنه. چون در بیکاری آدم همینجوری الکی نشسته بیکاره، افکار عجیب و غریب، افکار چرت و پرت، افکاری که شاید بعضن آدم رو وادار به گناه کنه به ذهن این شخص خطور میکنه. ولی وقتی تو برنامه داشته باشی و اوقاتت پر باشه، برای همش برنامه ریزی کرده باشی و اصلا وقت بیکاری نداشته باشی، خب از خیلی از مشکلاتی که مردم در جامعه باش گرفتارن و دارن دست و پنجه نرم میکنن، تو یه جورایی یعنی اصلا بگیم واکسینه شدی، دوچار اون مشکلات نمیشی. پس حتما بزرگ خانواده و یا اگر خودمون حالا مسئول خانواده هستیم، سعی کنیم در زندگیمون اوقات بیکاری نداشته باشیم، اوقات بیکاری نداشته باشیم. و تابستون وقتیه که چون مدارس تعطیل میشه و بچهای ما معمولا دیگه حداقل در روز 6 7 ساعتش تو مدرسه هستن و بعدش میان تکالیف و اینا، و خب الان تابستونه و مدرسه نیست و تکالیفی نیست و باید براشون یه برنامه‌ای داشته باشیم، نمیشه اونا رو همینجوری ول کنیم. اولین چیزی که ما در برنامه‌هایی که برای اوقات فراغتمون برای خاصتا بچه‌ها در نظر میگیریم، این برنامه‌ها باید متنوع باشه، یعنی تنوع داشته باشه. فقط بچه‌ها رو مثلا نفرستیم به کلاس، مثلا میگه ما قرآن دیگه اجازه ندیم هیچ جای دیگه برن، فقط بچه‌ها رو نفرستیم به کلاس ورزش، فقط بچه‌ها رو نفرستیم نمیدونم به کلاس نقاشی، فقط بچه‌ها رو یه لپتاپ و تبلت بهشون ندیم بشونیم تو خونه و بر حال بازی‌های کامپیوتری، نه. برنامه‌ریزی که ما برای بچه‌هامون یا برای خودمون حتی داریم باید برنامه‌ای باشه، متنوع باشه. این تنوع باعث میشه که آدم زود خسته نشه، چون اگه شما یک برنامه ثابت و ساده‌ای رو برای یه نفر بذارید، هر چه قدم آدم علاقه داشته باشه خسته میشه. ولی این تنوع نمیذاره که اون خستگی به وجود بیاد و به هر حال اون شوق و ذوق و اشتیاق رو در وجود انسان همیشه زنده نگه داره. یه پرانتز سر این قضیه باز کنم، اینکه این شوق و ذوق بله. و برنامه‌ریزی متنوع برای اوقات فراغت به خصوص توی کودکان یه نکته خیلی مهم داره، و اون نکته مهمش اینه که باید کودکان دوست داشته باشن این برنامه‌ریزی رو. یعنی تا وقتی که توی مدرسه هستن براشون یک برنامه‌ریزی اجباری شده برای اینکه بخوان این درس‌ها رو بخونن یا این کارها رو انجام بدن، اما وقتی که خارج از این محیط مدرسه اوقات فراغت براش برنامه‌ریزی می‌کنن، باید تک تک اونها رو دوست داشته باشن. علاوه بر اینکه متفاوت باشه، باید دوست داشته باشن، یعنی جزء علایق و سرگرمی‌های اونها باشه که سود مفید هم براشون داره، اینطور نیست؟ بله دقیقاً باید اینجوری باشه. دوست عزیز آقا امیر حسین از گرگان قدیم سلام فرستاده برای ما. من واقعاً نمیدونم گرگان قدیم توضیح بدم آره کجا هستن، اگه تو پیام بفرستن برای ما گرگان قدیم و جدید دقیقاً کجا واقع میشه، شاید خیلی از بینندگانم مثل خود من ندونن که گرگان قدیم کجاست و گرگان جدید کجاست. برنامه ریزی و برای اوقات فراغت برنامه ریزی که میکنیم در حالا ادامه حرفای معهد، باید تناسب داشته باشه با اون شخص. ما در مورد برنامه ریزی که فکر کنم دو سه هفته تو رمضان بود دیگه، در مورد برنامه ریزی برنامه‌ای داشتیم، گفتیم باید اون برنامه ریزی که بر حال انجام میدیم متناسب با شخص باشه. معهد میتونه برنامه برای خودش، یک برنامه ریزی برای خودش داشته باشه با توجه به شرایط زندگی خودش، با توجه به توانایی‌هاش. منم میتونم یک برنامه‌ریزی برای خودم داشته باشم. پس ما در خونه وقتی داریم برای اوقات فراغت بچه‌هامون یا خودمون برنامه‌ریزی می‌کنیم، حتما باید تناسب شخصیت، جنسیت، موقعیت اجتماعی، حتی توان اقتصادی اینا رو در نظر بگیریم. فردی که به هر حال به لحاظ اقتصادی وضعیتش بالاتره، خب میتونه فرض کنیم
هر روز مثلا به استخر بره، میتونه آموزش بره، اما یکی دیگه نه، شاید یه ماه یه بار بتونه بره. پس ما باید اینا رو در نظر بگیریم و حتما کسی که برنامه‌ریزی میکنه، حالا چه خودش باشه چه برای خودش چه برای بچه‌هاش، حتما اینا رو در نظر بگیره. پس این مهمه که برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت باید تناسب داشته باشه با اون شخصی که ما میخوایم براش برنامه بذاریم و حتما 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 به توجه و علاقه بچه‌ها حتما توجه کنیم. این خیلی مهمه، چون این تابستون اون بعضی پدر مادرها به علاقه خودشون توجه میکنم. دقیقاً نکته خوبی رو گفتی، حتی پدر مادرایی که دوست دارن فرزندشون قرآن یاد بگیره به زور تحمیل میکنن که تو باید این ماه سه ماه رو حتما باید قرآن بخونی. من اجازه نمیدم کاری بکنه، به کوب باید قرآن یاد بگیری، که این مخالف با در واقع نظر روانشناسان تو این زمینه است. دقیقاً، یعنی نباید اجباری در کار باشه، یعنی یه جوری باشه که فرد علاقه نداشته باشه. مثلا فرض کنیم یک پدری در نوجوانی و جوانی علاقه به این داشته که مثلا کشتیگیر بشه، حالا نتونسته بنابر هر دلیلی و این به عنوان یک عقده توی وجودش مونده، حالا پسرش بزرگ شده 6-7 ساله است، به زور میخواد پسرش رو بفرسته کشتی یاد بگیره. چرا؟ چون پدرش دوست داشته. این خوب نیست. شاید پسرش بخواد بره مثلا شنا یاد بگیره، شاید بخواد بره یه ورزش رزمی یاد بگیره، شاید بخواد فوتبالیست بشه. پس وقتی ما برنامه‌ریزی میکنیم برای فرزندمون، حتما باید علاقه اون رو در نظر بگیریم که این بچه ما به چی علاقه داره. حالا در کنار علاقه اون، ما میتونیم بعضی چیزها هم که به نظر خودمون حالا مناسبه، حالا اون شاید در اون مرحله در اون مقطع درک نکنه، مثلا میگم فرض کنیم آموزش زبان خارجی، درسایی که در طول سال مثلا ضعیف بوده، میتونیم یه کلاس تقویتی براش بذاریم که شاید به نظر فرزندمون این خوشایند نباشه، اما ما میتونیم با یک ترفندی با یک زیرکی خاصی اینو در لابلای برنامه‌های دیگه قرار بدیم و هم تفریح خودش رو انجام بده و هم بتونه در چیزایی هم که ضعیفه یا چیزایی که نیاز داره یاد بگیره جدید، خیلی راحت میتونه اینا رو هم یاد بگیره. یه نکته دیگه رو هم من بگم در مورد اهمیت اوقات فراغت توی بهداشت روانی به خصوص کودکان و نوجوانان. مایکل مور رو میشناسی درسته؟ جان مایکل مور یک مستندساز معروفی، مستند خیلی معروف ساخته بود امریکایی، در قبلم گفتی فکر کنم، نه در مورد اوقات فراغت نبود، نه همین اسم مایکل مور شاید، نمیدونم. یه نکته خیلی جالب رو داره در مورد اوقات فراغت، اینکه ما تمام وقت‌های در واقع کودکانمون رو جوری برنامه‌ریزی کنیم که انگار اوقات فراغتشونه، اون چیزی رو که دوست دارن انجام بدن و در حین دوست داشتن ما بهشون آموزش بدیم. خیلی نکته مهمیه که ما ببینیم توی تابستون که اوقات فراغت بچه هاست چقدر چیز مفید یاد میگیرن و وقتهای بقیه سالی که دارن درس میکنن چقدر چیز مفید یاد میگیرن. خیلی از ماها چیزهای مفیدی که هنوز داریمشون و ازشون استفاده میکنیم مدیون اوقات فراغت هایی هستیم که درشون چیز یاد میگرفتیم، درشون ورزش های متفاوت یاد میگرفتیم، درشون علوم متفاوت یاد میگرفتیم. من اگر اوقات فراغت، من خودم رو عرض میکنم، اگر در اوقات فراغتم مکتب خونه نمیرفتم و با طیب خاطر، با دوست داشتن، با کیف و علاقه، با عشق و صفا قرآن بهم آموخته نمیشد، توی اون اوقاتی که فراغت بود برام، اوقاتی که دوستش داشتم، هیچ وقت الان از این قرآن استفاده نمیتونستم بکنم. درست. من هیچی از در حالا موضوع قرآن، هیچی از قرآنی که از مدرسه یاد گرفتم الان من یادم نیست، چون اصلا فکر نمی کنم چیزی یاد گرفته باشم توی مدرسه، یک اجباری که باید چیزی رو یاد میگرفتیم، اما توی اون اوقات فراغت که دوست داشتم و خودم انتخاب میکردم که برم و قرآن رو یاد بگیرم، یاد میگرفتم. توی مدرسه سر کلاس های ورزش هیچ کدوم از ورزش ها رو من یادم نمیاد که یاد گرفته باشم، ولی الان ورزش هایی رو بلدم مثل شنا، خیلی خوبم، ماهرانه بلدم، که توی اوقات فراغتم توی تابستون یاد گرفتم. حالا فرض کنید اگر ما بتونیم این اوقات فراغت رو بیاریم در طول سال،
یعنی کودک ما در طول سال، نوجوان در طول سال، جوان در طول سال چیزی رو که یاد میگیره توی اوقات راحتیش باشه، دوست داشته باشه و یاد بگیره. ماهد بحث شنا و ورزش و اینا پیش اومد، حتما پدر و مادرای عزیز و این برای خودتون در ابتدا و سپس برای بچه‌هاتون، حتما ورزش جزئی از برنامه زندگیتون باشه. یه مدت هم از کارکسن داره بدنسازی میره، من اینو بگم چون میدونستم که نمیخواد بگه. آره اینقدر داره صحبت میکنه یه در مورد ورزش کنید و مخصوصا پدر مادر و اینا. چند روز داری؟ آقا بیا خلاصه این هفته همش دیگه بیشتر میریم. آره ورزش بله. خلاصه ورزش واقعا به چه دلیلی حالا ورزش خاصتا تو این دور زمونه ما لازمه؟ چون من میرم. آره چون من میرم نشوخی میکنم خدمتون، چون واقعا متاسفانه الان همین به لحاظ تغذیه‌ای که ما داریم نسبت به گذشته بسیار متفاوته و ما میتونم به جرئت بگم مواد مضری که داریم به عنوان غذا مصرف میکنیم نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده و تحرک نسبت به گذشته خیلی کمتر شده، حالا به خاطر زیاد شدن وسایل بگیم رفت و آمد و این طرف اون طرف و بعدم کارها اکثرا یه جورایی ماشینی شده و تحرک به صورت کلی کم شده. حتما از همین الان به بچه‌هامون یاد بدیم که ورزش رو جزئی از برنامه زندگیشون قرار بدن و تابستان بهترین فرصته که ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم و بچه‌ها رو عادت بدیم به ورزشی که بازم میگم علاقه دارن. حالا میتونه چند تا ورزش با هم بره، ورزشایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش توصیه کردن و شما موقعیتش رو دارید، مثل اسب سواری، تیراندازی و شنا، ورزشایی که پیامبر بهش توصیه کرده، اینا رو میتونید به بچه‌هاتون آموزش بدید و در کنارش حالا یکی دوست داره فوتبال بره، والیبال، بسکتبال، هر رشته ورزشی که دوست دارن، حتما پس ورزش رو جز برنامه کاری خودتون قرار بدید. و یک واقعا این خیلی 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 خیلی, خیلی مهمه که متاسفانه میتونیم بگیم به عنوان اولین و خطرناکترین ضرر اوقات فراغت در خانواده های ما اتفاق میفته و خیلی هم خطرناکه، اینه که همین اوقات فراغت ما پر کردیم برای بچه‌هامون، اما دیگه انقدر اوقات فراغتشون پر شده که یک شکاف ایجاد میشه و یک فاصله میفته بین خانواده، اعضای خانواده و فرزندمون، یا بین خودمون و اعضای خانوادهمون. یعنی اینقدر وقت دیگه پر باشه نتونی به خانوادت برسی، این دیگه خودش یک ضرره. پس حتما ما باید برنامه‌ریزی که میکنیم یک زمان مشخصی رو برای خانواده بذاریم، یک وقت مشخصی رو برای خانواده اختصاص بدیم و حتما باهاشون باشیم. هر چقدر از این برنامه ها مهم باشه و نمیدونم تفریحات سالم باشه و این طرف اون طرف، این از همشون مهمتره. بار کنید، نباید هیچ موقع اجازه بدید که بین خودتون و اعضای خانوادتون، بین فرزندتون و پدر و مادرها، نباید اجازه بدید یک شکاف ایجاد بشه. حالا این شکافو اگه یک چیز خوبم ایجاد کنه، مثلا رفتن به کلاس ورزشی، تفریحی، این طرف اون طرفی، باز مضره، اینو فراموش نکنید. پس باید حتما در اوقات فراغتی که ما در نظر میگیریم، برنامه‌ریزی میکنیم براش، یک وقتی رو بذاریم برای اینکه بتونیم با خانواده باشیم. بله، چند تا از کامنت های شما عزیزان رو میخونم تو این فاصله، اگر دوستان محبت کنن تصویر رو به ما بدن. سوال این بود که اوقات فراغتتون رو چطوری سپری میکنید؟ خطرات و رفت چطوری سپری میکنید؟ خطرات و فواید اوقات فراغتتون رو کامنت کنید. همیران در برنامه زنده کافه نور خونده میشه. من که دوستی گفتن من که میرم توی یوتیوب، ببینیم دوستان صفحه لپتاپ رو لطفا، من که میرم توی یوتیوب و برنامه های کافه نور و ناباوران استاد سجودی رو نگاه میکنم. دوست دیگری گفتن که روژین خانم گفتن که کتاب میخونم، آهنگ گوش میدم و فیلم میبینم. نقش رسانه رو هم در موردش صحبت خواهیم کرد انشالله. دوست دیگری گفتن که من تمام برنامه های شما رو توی یوتیوب نگاه میکنم چون اپلیکیشن نور ندارید متاسفانه. ای داد بیداد. دوستان برگردید به استودیو. ما از بعد از ماه مبارک رمضان، همونطور که کلی هم در موردش صحبت کردیم، اپلیکیشن شبکه جهانی نور آماده شده و برای اندروید میتونید همین الان دانلود کنید. ببینیم سفر رو میتونید برید گوگل پلی، که فهم کنم هر کس بخواد دیگه تو اندروید دانلود کنه باید بره به گوگل پلی. دوستان اتاق فرمان این
بله. تو ایران البته چیزی هست میرن تو بازار، چون گوگل پلی تو ایران فیلتره. تو بازار که نمیتونن دانلود کنن. خب باید وارد گوگل پلی بشن. تو ایران میتونن. فیلتره. نه میتونن وارد باید بشن. خیلی از چیزا وارد میشن. همونطور که یوتیوب میتونن باز کنن، گوگل پلی با فیلتر شکن باید. خب یوتیوب هم فیلتر داره، فیلتره. فیلتره دیگه باید با فیلتر شکن باز کنن. این دوستان گفتم از یوتیوب میبینیم، از چیز نیست. به وارد گوگل پلی میشید. شبکه جهانی نور یا نور تیوی رو سرچ میکنید. این رو اینجا برای شما صفحه‌ای باز میشه که دانلود میکنید به راحتی و مجانی تمام برنامه‌ها، ساعت‌های پخش، پخش زنده، فرکانس‌ها، ارتباط با بقیه شبکه‌های اجتماعی شبکه جهانی نور، اوقات شرعی، معرفی تک تک برنامه‌ها، اخبار و جا برای ارسالی کاربران. یعنی میتونید مستقیما برای ما ارسال کنید مطالبتون رو و ویدیو برامون ارسال کنید از طریق اپلیکیشن و ویدیو رو دانلود کنید. یعنی ما اناشید بقیه برنامه‌های میان برنامه رو گذاشته شده اونجا توی اپلیکیشن شبکه جهانی نور، میتونید به راحتی برید و دانلود کنید و اندازه حجم گوشیاتون استفاده کنید ازشون، لذتش رو ببرید. پس از الان گرچه میتونید برید تو یوتیوب و یوتیوب هم یکی از راه‌های خوب هست، اما میتونید استفاده پخش زنده هم داره اپلیکیشن. آره پخش زنده داره، همون تمام صفحه اتفاقا پخش زنده خیلی تاکید شده با سه کیفیت یا سه چهار کیفیت متفاوت هم هست، میتونید اونجا استفاده بنمایید. بریم بقیه کامنت ها رو براتون بخونیم. پس گفتم من تمام برنامه های شما رو از روی یوتیوب نگاه میکنم، چون اپلیکیشن ندارید دیگه، همین الان اپلیکیشن رو برات خودتون دانلود کنید. بیکاری سمه، باید زمان تو حد امکان پر کرد وگرنه کار دستت میده. البته این بخشی از اوقاتم بود، ولی بعضی وقتا میرم سایت اسلام دانلود فیلم، دانلود فیلم دانلود میکنم، اسلام دانلود فیلم دانلود میکنم. عجب فیلمایی داره. تبلیغ فیلم سایت اسلام دانلود رو هم کردم، نمیدونم چه سایتیه، نمیدونم که سایت خوبی باشه. سلام دانلود یا اسلام دانلود؟ سلام دانلود. فقط اینترنت دیگه خسته شدم و بعضی وقتا هم ساحل دریا نزدیک با بچه‌ها میریم شنا. توحید گفته من که بیکارم نه اوقات فراغت دارم، من که نه بیکارم نه اوقات فراغت دارم، با توجه به اتفاقاتی که واسم افتاده فقط درگیر دکتر و فیزیوتراپی هستم تا ان شاءالله بتونم دوباره راه برم. لطفا واسم دعا کنید، الله به شما شفای کامل و عاجل عنایت کنن. دانیال گفتن اینترنت، تلویزیون، دریا. پینک لیدی بگ گفتن که کتاب میخونم، سعی میکنم کتابای مفید باشه. تا اونجایی که خودم مدرس هستم و به تمام دانش آموزا و دانشجویان عزیز پیشنهاد میکنم در کنار تفریحات سالم تابستونی به کلاس های هنری تابستونی از دوره کردن کتاب های درسی گذشته و مطالعه کتاب های غیر مفید درسی غافل نشند. اگر دوره دانشجویی ما گوشی های اندروید وجود داشت، به جای وقت گذرانی در شبکه اجتماعی بازی با موبایل، سعی می کردم کتاب بخونم، اونم کتاب های مفید تاریخی و اسلامی، تفاسیر قرآن و غیره. و واقعا افسوس می‌خورم به حال کسانی که از مطالعه و تحقیق غافلند. و هانیه هم گفته که نقاشی می‌کنم و کارهای هنری انجام میدم. حالا تا اینجا داشته باشید تا بقیه کامنت ها رو اشاره تو سری بعدی براتون بخونم. خب آقا سامان عزیز از تهران با ما هستن، در خدمت شما هستیم. آقا سامان سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، وقت شما هم بخیر، در خدمت شما. برای اوقات فراغت من از 15 سالگی خودم به شخصه قلیون کشیدن رو انتخاب کرده بودم، ولی خب الان یه هفته است که دکتر بهم گفته از قلیون کشیدن باید دوری کنید. اشتباه میکرد دوست عزیزم، اوقات فراغت مگه قلیون کشیدن اوقاتی پر نمیکنه؟ شما یه قلیون رو بخواید با دوستاتون با هم دست جمعی بزنید، دو سیب نعنا هم بخواید بزنید، کلا 5 دقیقه 10 دقیقه حالا نیم ساعت وقتتون رو بگیره. این چه جور اوقات فراغتیه؟ دوستان میرفتیم توی پارک میشستیم و قلیون میکشیدیم، ولی الان خب یه هفته است که دکتر بهم گفته قلیون بعد از قلیون دوری کنی. به خاطر همین من رفتم یه شیلنگ 15 متری خریدم. به امید خدا که بتونید با شیلنگ 15 متری اوقات فراغتتون رو به خوبی سپری کنید دوست عزیز. در حال امثال آقا سامان هم لازمه برای اینکه خنده ای رو بر روی لبان شما بینندگان عزیز بنشونه. به هر حال اینا هستن دیگه، تو جامعه داریم، همه نو داریم. آقای آقا مراد عزیز از سیریک در خدمت شما ایم. آقا مراد عزیز سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما. بفرمایید. تو منطقه ما سیری که از نظر ورزش که در پایین تری حد بعد دریا هست که عادتاً شبا فانوان اوقات فراغت ما سیریکی ها میریم لب ساحل. چند تا از این مجتمه ورزشی مجتمه که نیست، سالان های ورزشیه، سالا ورزشی هم اسمش نمیشه بدارید، کوره ورزشیه، تعبیه نداره، زمستان هم نمیشه تو اونجا تو نه بعد تو فصل زمستان هم نمیشه اونجا چون هوای ما او اندازه سرد هم نیست. بله. بعد من یه خواهش از آقای موحد داشتم جانم، تو برنامه های جداگونه ما وقت ما نمیشه آقای رضایی، آقای حمید و آقای ایکس و ایگرز وقت برامون نمیدارن، یعنی چه در برنامه های بخصوص در برنامه های آقای سیودی. من یه خواهش از شما داشتم آقای موحد، این کلیپ هایی را که درست کردی خیلی کلیپ جالبیه، خدا گواه من چندی سال زنگ میزنم این شبکه تولیدی که درباره آیه مباهله خیلی کلیپ جالبی ساختی، در این آیه که اینا میگن آیه ولایت که هم نیست خیلی کلیپ درستی، اما شما یه لطفی کن بین همین کلیپ مباهله اون مباهله حسن شهاته را بذار داخلش که مردم ببینن که مباهله توهین به اعصاب پیامبر، توهین ناموس پیامبر، این چیزش مثل حسن شهات آخرت و عاقبتش همینه که مردم ایران بفهمن. قبلا اینا متوجه نمیشدن آیه مباهله، مثلا فهم میکردن پیامبر چرا دخترهای خودش برده، محمد از یه از اصلا نمیفهمی که اون موقع دخترهای پیامبر اون بقیه زنده نبوده، اما گفت زنده نبوده، رقیه زنده نبوده. بله خیلی ممنون انشاءالله. ماحد سمر یه کولی بده آقای ماحد بداری حداقل اون کلیپ رو بداری بین همین کلیپ مباهله، سعی میکنم یه کلیپ دیگه در این مورد در موردش صحبت بکنیم، چون کلیپ مباهله در واقع در مورد آیه قرآن بود، یعنی ما اومدیم اون آیه قرآن رو مورد بحث بررسی قرار دادیم. ولی چشم، یه کلیپ هم در مورد این مباهله‌ای که شما فرمودید، در واقع مباهله هایی که الان اتفاق افتاده هم جالبه، میشه یه کلیپ جالبم در موردش صحبت کرد و حسن شهاته هم جزی از اونا باشه. جزاک الله خیر، خیلی متشکر از پیشنهادتون. آقا ماهد، خانم کوثر از تاجیکستان، خواهر گرامی بفرمایید. خانم کوثر از تاجیکستان، کوثر خانم بفرمایید. خواهش بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدای تلویزیونتون رو کامل ببندید و فقط از طریق گوشی با ما در ارتباط باشید. بفرمایید. شهر روزی آخر رمضان هم میبخشه تا آخر همه ماه که نیسته. صداتون پخش میشه، بفرمایید. خواهش میکنم. سوال مگیری کن شش ماه بعد رمضان تا آخر این ماه گیره. خانم کوثر، سوالات فقهی رو دو برنامه جداگونه داریم، یکیش روز جمعه پخش شد، برنامه فتوای جمعه ساعت 2:30 به وقت تهرانه، و به چهارشنبه شب هم اگر اشتباه نکنم برنامه فقه و زندگی، میتونید سوالات فقهیتون رو در اون برنامه بپرسید. آقای محمد از گلستان که تماسشون قطع شد در خدمت شما، این بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید، عرض می کنم خدمت شما، عرض کنم خدمت صدای من انعکاس دارم توجه نمیشم، عرض میخوام. ما سعی میکنیم صحبت نکنیم که شما مطلبتون رو بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. بله، این من یه پسر 9 ساله دارم، اسمش محمد حسین. خدا حفظشون کنه. ایشان خیلی به من اصرار کنه که بازی های کامپیوتری برات بخرم و بازی های نمیدانم یه اسمای عجیب غریبی به اسم نمیدانم کالاف دیوتی اونجور چیزی و یا بله جی تی آی و کالاف دیوتی. بله بله، کال آف دیوتی. بله، این بازی ها خب بازی های خشنی هستند، بازی هایی هستند که گاهن همدیگر را میکشند، یا بعضی حتی از این بازی ها متاسفانه صحنه هایی نشان میدهد از اوریان بودن و صحنه های بدی نشان میدهد. خب این یه دغدغه ایست برای بانه پدر، در یک محلکه گیر افتادم، از یک طرفی اصرار فرزندم به این که من باید بازی ها را تهیه کنم و از یک طرفی هم می‌بینم بازی ها دارد.
چند سالشون گفتید؟ 9 سال؟ 9 سال نزدیک 10 سال میشوند. بله. خب اینها رو میبیند، دوستانش مثلا بازی میکند، ایشان هم علاقمند میشود به این بازی ها. خواستم ببینم این بازی ها شما چه راه حلی بنده میگذارید که از طرف این بازی ها که شما ببینید مشکل ساز هست، مثل نمیتونم من جی تی آی که صحنه‌های قول معروف مغایر با ما مغایر امکانش داره براتون در... خودتون وضعتون امکان داره که با هم بازی کنید؟ خب اصلا میگویم این بازی هایی که ایشان مد نظر دارد اینا اصلا مشکل دارد. یعنی من اگر خودم بهتون من یه دقیقه الان من چون آقا محمد میدونم چه بازی هستن. خب هر دو تا بازی، هم بازی جی تی آی و هم بازی همون آره، هر دو تاشون مثبت 18 هستن، یعنی مثبت 18 سال هستن. یعنی حتی اون شرکت هایی که اکثرا اینا شرکت های تجاری هستن و به حال شاید 18 و مثبت 18 و به حال پایین 18 زیاد براشون مهم نباشه، اما خودشون به حال تاکیدشون روی اینه که افرادی که این بازی ها رو انجام میدن باید مثبت 18 سال، یعنی بالای 18 سال سن داشته باشن. اما مثلا الان تو کشور امارات همین بازی ها رو به هر کسی نمیفروشن، یعنی به بچهای کوچیک نمیفروشن قانونا. اینجا تو کشور امارات این بازی رو نمیفروشن به بچهای زیر 18 سال. و یک نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، نگاه کنید وقتی الان ما با یک موجی به قول معروف روبرو هستیم که یعنی همه جا فراگیر شده، بازی های کامپیوتریه، همه بچه‌ها دارن بازی میکنن. اگه شما بخواید این رو منع کنید کلا و نذارید بازی کنن، خب مطمئنن بچه اگه پیش شما بازی نکنه میره خونه دوستش، میره توی یه کلوپی بازی میکنه. پس ما باید بتونیم راه درست رو انتخاب کنیم و اونم چیه؟ جایگزین کنیم. به جای اینکه ما مثلا بیایم این بازی هایی که 100% دعوت به خشونت، 100% تأثیر این بازی ها به لحاظ روحی خیلی 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 شدیده و بچه ها رو عصبی بار میاره، به جای اینکه ما بیایم این بازی ها رو به حال تو خونه رواج بدیم، سعی کنیم بازی های دیگه ای که بیشتر جنبه سرگرمی و تفریحی و به حال خشونتی درش نیست، اونا رو به حال تو خونه همه با هم سعی کنیم بازی کنیم. به نظر من چون میگم این موجه، ما نمیتونیم، واقعا نمیتونیم، یعنی شما نمیتونید جلوی بچه‌تون رو بگیرید بگید نمیذارم بازی کنم، چون نذاری تو خونه بازی کنه میره این طرف اون طرف. ممنون آقا محمد عزیز. من یه جواب کوتاه هم بهتون بفرمایید. این همدردی و این درکی شما نسبت به قشر جوان و خصوصا این تفکر خوب شما دارید زنده باشید. یه نکتر دیگه شما بگید، من دست پنجه باش نرم میکنم واقعا. میدونم چی فرمایید. من یه نکتر بهتون بگم برادر عزیزم، من یه نکتر بهتون بگم. توی بازی جی تی ای که شما میفهمید، چون دو مورد خاص تو اسم بردید، تو بازی جی تی ای اون صحنه هایی که شما میفرمایید فقط بعضی از قسمت هاش هست. یعنی شما اگر خودتون بتونید یا توی جمع خانواده یه جایی باشه که دست جمعی بازی بشه، یه نفر باشه اونجا کنترل کنه، میشه کنترل کرد. یعنی توش ماشین سواریه، توش نمیدونم کارهای هیجان انگیز دیگه هست. بعضی از قسمت هاش هست که یه موردی داره که اونها رو هم میشه زد جلو و ندید تو بازی جی تی ای. تو بازی مثل کال آف دیوتی که باز هم همطور که کاکسن گفت، یعنی شما اگر تو جامعه جهانی بخواید نگاه کنید مثبت، فکر کنم مثبت 13 کال آف دیوتی، یعنی 9 سال دیگه نمیتونه بازی کنه. 18 صحنه های کال آف دیوتی 18 است، صحنه های وحشتناک داره، صحنه های کشت و کشتار داره. خب ولی من نظر شخصی من رو اگر بخواید، من فکر میکنم اگر به صورتی که براش منع کامل نشه، که اون چیزی که منع بشه جذابیت داشته باشه، منع کامل نشه و افراط هم نشه تو بازی کردنهای مثل کال آف دیوتی، این که حالا یه بعضی وقتا با هم مثلا یک کوچولو بازی کنید هم اون آتشش خاموش میشه هم و بازی های اینترنتی و کامپیوتری که نه خشونت داره نه اثر جنسی توش هستن خیلی زیاده. یعنی یه مقدار فقط بگرد جستجو کنید، خودتون ده ها بازی میتونید جایگزینش کنید. یعنی شما بگید این بازی مثبت 18 اینطوریه به این دلیل، شما بیا این بازی رو بازی کن. کلی فوتبال میتونه بازی کنه، کلی بازی دیگه هستن که میتونن بازی بکنن و
هیچ مشکلی هم براتون داشته باشه. شما نیاد منعش بکنید، در مقابل این من بیاید یک سری بازی‌های جذاب کامپیوتری دیگر رو بهش بدید، بازی معروف باشه، نمیگم بازی فکری باشه که بچه بگه با چی آوردی من باید معما حل کنم، نه، بازی‌های تفریحی جذاب خوشگل باحال معروف خیلی زیاد هستن که میتونن بچه شما بازی کنن. به نظرم جایگزین جای مناسب تری براش. خب بذار من یکی دو نکته دیگه هم در مورد خود موضوع، ممنون از تماستون به هر حال دوستای عزیز که تماس گرفتن، سعی کنیم در برنامه‌ریزی که برای اوقات فراغت داریم خب این تماس هم بگیریم. کاش من قبل از اینکه چون دوستان زیاد زنگ زدن گفتن ما هی میریم تو ساحل و ورزش، در واقع تفریحمون دریا، میریم دریا تفریحمون دریا. این بیننده پشت خط خیلی وقت پشت خط خواهش میکنه. بله آقا محمد عزیز بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلام بر شما، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من متشکرم. یه مشکلی هم من میخواستم از شما کمک بگیرم، این که بعضی ها الان هستن در که اوقات فراغتشون رو در مجالس لهو و حتی خمر شب میکنن. من حتی یکی از اقواممون پسر نوجوانی هست، حتی 15 سالش نشده، بهش گفتم که چرا میری در این مجالس مشروب میخوری؟ گفت چون پادی خوردی. بله صحبت میکنیم در این مورد انشاءالله. خب انشاءالله حتما. ممنون آقا محمد. حالا عزیز این از مشروب خوردن بیایم تفریحات بچه های جنوبی رو ببینیم توی دریا، باورت میشه تفریح نهنگ سواری باشه؟ من دیشب دیدم. خدایا ببینیم اینا اتاق فرمان ببینیم، بچه های بوشهرن نهنگ سواری میکنن، تفریحات سالم در دریای خلیج فارس. شوف این سوار نهنگ شده دیگه. یه موهی تو فری نهنگه آدمو بله این هم یه نمونه از تفریحات سالم. بله یه نمونه از تفریحات سالم. دو نکته رو من بگم، این در واقع نهنگ نیست، یک نوع کوسه خاص خالخالیه در دریای فقط خلیج فارس خودمون زندگی میکنه، مثل نهنگ و از پلانکتون ها در واقع تغذیه میکنه و خطرناک نیست، آدم نمیخوره. دومین نکته این که اصلا این یه موقع فکر نکنید که حیوان آزاری میشه اسمشو گذاشت، نه این اصلا برای اینا یک پشه هم نیست روی دوش این کوسه غول پیکر، اصلا احساس نمیکنه و بلافاصله کوسه اگر بخواد میتونه بره در عمق و کسی پیداش نکنه و در واقع خودش داره بازی میکنه. یعنی اگه احساس خطر یا احساس اذیت آزاری کنه بشه بلافاصله میره تو عمق و دیگه کسی پیداش نمیکنه به راحتی. بله خب بذار من چند تا نکته هم بگم در مورد برنامه، تقریبا 10 دقیقه به پایان برنامه مونده و مطالبم زیاده. سعی کنیم وقتی برنامه‌ریزی می‌کنیم برای بچه‌هامون، برنامه‌ریزی طوری نباشه دیگه از کله سحر، یعنی بچه‌ها معمولاً ساعت فرض کنیم 7 می‌رفتن مدرسه، ما از 6 صبح براشون برنامه داشته باشیم تا 10 شب زده بشن. آره زده بشن، یعنی دیگه انقدر تو کلاس‌های متنوع و مختلف ثبت نامشون نکنیم که زده بشن. هر چندم علاقمند داشته باشم، خب انسان تا حدی توانایی داره، سعی کنیم برنامه ها محدود باشه و مفید. و یکی از دوستای عزیزم اشاره‌ای به این داشتن، بینندگان عزیزمون، که گفته بودن خیلی نادر البته این قضیه که کتاب میخونن. واقعا فرهنگ کتاب خونی و مطالعه در بین ما خیلی ضعیفه، یعنی اینقدر ضعیفه اصلا میتونیم یه جوری بگیم صفره. و در هر جامعه هم که فرهنگ کتاب خونی و مطالعه پایین باشه، باور کنید خیلی مشکلات به وجود میاد. سعی کنیم بچه هامون رو، من این قضیه که میگم فرهنگ کتاب خونی، این فرق میکنه با فرستادن بچه ها به کلاس قرآن و تجوید و اینا، این کامل متفاوته.
بچه همون به چه کتاب های علاقه دارن، کتاب های علمیه، نمیدونم داستانیه، برحال این فرهنگ رو در بین بچه همون جا بندازیم، سعی کنیم برای بچه همون کتاب بخریم، سعی کنیم بچه همون رو با روزنامه یه جورایی آشتی بدیم که حالا اگه سنش یه مقدار بالاست با مجله، حتی مجله و بعضی خبرنامه هاست مخصوص بچه هاست، زمانی که من حالا تو ایران بودم بود و هر جایی هست، و حتما 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 بچه ها رو، یعنی دیگه تابستون جوری نباشه دیگه بگیم هرچی کتاب و درس و مشق بندازیم اون طرف و بچه ها رو جدا کنیم از کتاب، نه، حتما باید فرهنگ کتاب و کتابخونی رو در بین خودمون جا بندازیم و تابستون بهترین فرصته، و این فقط نباید مختص به تابستون باشه، یعنی همیشه سعی کنیم وقتی رو برای مطالعه داشته باشیم، چون مطمئن باشید هر کتابی که آدم بخونه حداقل یه سری چیزایی ازش چند تا از کامنتار رو دوباره بخونیم. حالیه گفته نقاشی میکشم واسه انجام کارهای هنری. بانوی مجاهد گفته تا نصف مرداد مشغول درس خوندن و امتحان دادن هستیم و بعد از اون سعی میکنم گامی مهم که تو ذهن همه رو پیاده کنم که اگر توفیق پیدا کنم حفظ کتاب، فقط کتاب قرآن و بقیه تقریبا چرندن حفظ باشه. دوستی گفتم کتاب فقط کتاب قرآن، بقیه تقریبا همه چرندن. این خب این خیلی اشتباهه، کتاب قرآن نمیشه با بقیه کتاب ها مقایسه کرد، ولی خب این که بقیه همه چرندن واقعا اشتباه بزرگیه. دوست دیگری گفتن یه زمانی خیلی کتاب میخوندم و ورزش هم به راه بود، ولی الان بیشتر تو دنیای مجازی هم کاش میشد دوباره مثل چند وقت قبل پیشم بشم. خب این دست خودتونه، راحت میتونید تغییر کنید از همین الان. جامعه مجازی فقط وقت خاص بذارید، دارم من در موردش صحبت میکنم یکم. دوستی گفتن ترکش سخته، یعنی ترک جامعه مجازی سخته. تندیس عشق گفته کارهای هنری انجام میدم و با پسرهام بازی میکنم. دوست دیگری گفتن ساز میزنم، درس میخونم، اوقات فراغتم خیلی کمه، برمیگردیم به استودیو. من یه چند تا دیگه کامنتار از شبکه، از اینستاگرام شبکه براتون میخونم. دوستی نمیدونم حالا کدوم یکی از دوستان هستن، ایشون یکی از بینندگان مثل اینکه پرپاقرز ما هستن، نمیدونم دقیقاً آقا حمید کدوم آقا حمید هستن، شاید این دوست عزیزی که تماس گرفتن و گفتن همیشه زنگ میزنن آقا حمید، این آقا حمید باشن. گفتن میبینید ما و جان دوستان، یعنی بینندگان شما، از اینکه من اوقات فراغتم رو با شرکت در برنامه‌های شما پر می‌کنم ناراحتن. الان به نظر شما من چیکار کنم؟ برم معتاد شم؟ اگر کرمانم، حمید از کرمان. حمید از کرمان گفتن اسمشون رو. اگرم کرمانم نهنگ داشت شاید کمتر مزاحم شما می‌شدم. نه خدا رو شکر که کرمان نهنگ نداره، شما مراهم ما هستید و تمام بینندگان عزیزی که در واقع بینندگان همیشگی برنامه هستن و تماس میگیرن، زحمت میکشن، در ابتدای برنامه تماس میگیرن، ساعتهای برنامه رو میدونن، بلافاصله با شروع برنامه تماس میگیرن، همه قدمشون روی چشم و چه موافق چه مخالف توی برنامه متفاوت، فکر کنم بهترین کار باشه. نرید معتاد نشید. یکی دیگه از کارهای خوبی که ما میتونیم در تابستون و در اوقات فراغتمون انجام بدیم و حتما براش برنامه‌ریزی داشته باشیم، خاصتا در مناطقی که آب و هواش مقداری خوبه، سعی کنیم در طول هفته حداقل یه بار طبیعت گردی یا کوهنوردی برنامه براش داشته باشیم. و چون متاسفانه الان همه ما، خیلی از دوستانم اشاره داشتن به اینکه همه یه جورایی معتاد شدن به گوشی موبایلشون و در دنیای مجازی هستن، سعی کنیم ماه این بگیم تابستون، فصل تابستون و فصل تعطیلی رو یه جورایی غنیمت بشماریم و خودمون و بچه‌هامون رو با طبیعت آشتی بدیم، به جای اینکه به قول معروف در دنیای مجازی وارد طبیعت و نمیدونم این طرف اون طرف بشیم، نه واقعا بریم تو دشت دل و کوه و نمیدونم کمر و اینا و با طبیعت آشتی کنیم. این بسیار در روحیه انسان تأثیر داره، هم ورزشیه و هم تفریحیه و هم به هر حال آدم عظمت الله متعال رو میبینه و خودش یک عبادته که، یعنی تو میری این همه نعمت رو میبینی و شکر الله متعال رو به جا میاری. و جان یه نکته من اینجا بگم، در مورد نیازها صحبت کردیم، اما شاید به نظر بیاد که خب هر کسی به طبق نیازهای خودش انجام میده، نه، وقتی ما میخوایم برنامه ریزی بکنیم تو برنامه ریزی خودمون باید نیازهامون رو در نظر بگیریم و طبق اون نیازهایی که داریم عمل بکنیم. نیازهای ما مطابق با علایق ما هم هستن. وقتی یک دختر نوجوان 15 ساله علاقه داره به این که بره و توی یک کار گروهی، مثلا یک کار گروهی مرتبط با محیط زیست
یک کار گروه حمایت از حیوان ها، یک کار گروهی حمایت از افراد بی سرپرست، کارهای خیرخواهانه که در اوقات فراغت بیشتر انجام داده میشه توی اونا شرکت کنه، نشون دهنده نیاز این دختر نوجوانه به شرکت کردن توی جمع، به با جمع بودن. یعنی این نیازها هماهنگ میشه با علایقش و این توی برنامه ریزی ها میاد. و وقتی ما برنامه ریزی بکنیم که با علایقمون که نیاز بهشون داریم و با فکرمون داریم برنامه ریزی میکنیم براش، بیایم اوقات فراغتمون رو پر کنیم به طوری که استفاده بکنیم از این اوقات فراغتمون، در نهایت ما همش وقت نمیکنیم که سرمون توی این گوشی باشه. یعنی این یه خیال پردازیه که بگیم آقا جان ما گوشی استفاده نکنیم یا توی جامعه مجازی نه، چون جامعه مجازی هم لذت خاص خودش رو داره، جامعه مجازی هم میتونه مفید باشه. اما وقتی که شما مثل اون خانومی که یا دوستی که آقا پسر یا خانومی که نمیدونم کی بود چه جنسیتی داشتن، این که گفتن من قبلا ورزش میکردم کتاب میخونم اما همش الان سرم تو گوشیه، خب شما اون موقع برنامه‌ریزی نمی‌کردید، گوشی نداشتید، کار دیگه نمی‌تونستید بکنید الا اینکه کتاب بخونید و ورزش بکنید. الان باز هم برنامه‌ریزی ندارید و نزدیکترین چیز بهتون گوشیتونه، خیلی لذت بخش و جدید و همیشه آپدیت میشه، همیشه پست‌های جدید می‌ذارن، برای شما لذت بخش اینه. اما اگر شما طبق نیازمندی‌های خودتون و علایق خودتون برنامه‌ریزی داشته باشید، می‌تونید که هم از جامعه مجازی استفاده کنید، هم کتابتون رو بخونید و هم ورزش کنید. بیننده عزیزی خانم فاطیما نوشتن از بندرلنگ نوشته: سلام، عرض می کنم خدمت شما برادران عزیز، من اوقات فراغتم را با برنامه‌های خوب شبکه جهانی نور می‌گذرونم و همیشه در فضای مجازی شما را دنبال می کنم و در کلاس‌های قرآنی که در روسا برگزار میشه شرکت می کنم. وقت تمومه تقریبا، بذارید من یکی دو نکته پایینی رو هم خدمت شما عرض کنم. حتما پدر و مادرای عزیز این نکته رو در نظر بگیرن، وقتی بچه‌تون مثلا 9 سالشه، مثلا بیننده عزیزمون آقا محمد بودن فکر کنم از گلستان تماس گرفتن، بچه ها رو در گروه های همسن و سال قرار بدیم. یعنی فرض کنیم بچه تون که 9 سالشه، سعی کنیم دوستاشون همین، یعنی سنشون تقریبا 9 سال، 10 سال، 11 سال، این پسر شما که 9 سالشه با یک پسر 18 ساله، سعی کنیم دوست، یعنی به اون معنا که دیگه با هم باشن، این طرف اون طرف برن و اینا، رعایت کنیم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه، چون الان بچه ها معمولا میرن بیرون فوتبال بازی میکنن، میرن باشگاه این طرف اون طرف. به بچه هامون هم بگیم که سعی کنین در انتخاب دوستایی رو انتخاب کنن که هم سن و سال خودشون باشه. و نکته دیگه ای هم از اعمال تغییرات کلی در اوقات فراغت و تابستون سعی کنیم بپریزیم. یعنی چطوری؟ مثلا این یعنی افراط و تفریط. یک مطلبی رو من گفتم از ساعت 6 برای بچه‌ها برنامه بذاریم تا 10 شب، این میشه افراطش، از اون طرف هم تفرید، یعنی کوتاهی کنیم، اینم باز مضره. یعنی بذاریم بچه تا 11 صبح، 11 ظهر میشه بخوابه و از اون طرف هم تا صبح بیدار بمونه، این اشتباه است. هر پدر و مادری اجازه بده بچه‌هاشون اینجوری اوقات فراغتشون رو به سر ببرن، حالا هر کاری بکنن، این اشتباه است. باید تابستون درسته، حالا بذاریم مثلا قبلا ساعت 8 بیدار می شدن، 8 می رفتن مدرسه، بذاریم حالا تا 9 بخوابن، تا 10 بخوابن، ولی دیگه جوری نباشه کلن اوقاتشون اینجوری هدر بره. وقتم میگن تمومه، ما اگه نکته داری سری بگو که بریم. فقط یه نکته در مورد رسانه باید بگم، اینکه رسانه یکی از نقش‌های خیلی مهمی در گذروندن اوقات فراغت بازی میکنه، شک توش نیست، نمیتونم جلوی اون رو بگیریم و باید باشه، چون که بسیاری از آموزش ها، بسیاری از آسودگی های فکری با همین رسانه و دیدن فیلم و کارتون و امثالش اتفاق میفته. اما وقتی افسار گسیخته باشه، وقتی برنامه‌ریزی برای اون رسانه نشه، حال چه رسانه‌ای مثل جامعه مجازی بخواد باشه، چه تلویزیون باشه، چه فیلم های مختلف باشه، وقتی برنامه‌ریزی براش نشه و اگر در یک سن پایینی هستن، خانواده ها نظارتی روی اون نداشته باشن، مطمئنا آسیب هایی خواهد داشت که از خود اون وقت‌های اوقات فراغت میتونه بیشترین ضرر رو از طریق رسانه به کودکتون یا به نوجوانتون خودتون وارد بکنه. یعنی اگر شما بیش از حد به این قضیه اهتمام بدید، بدون برنامه‌ریزی، بدون اینکه بدونید چه چیزایی نیاز دارید و بدون اینکه مطالبی که توی این قسمت کلا گفته شد بپردازید به رسانه، به دیدن فیلم، چه جامعه مجازی و چه رسانه قدیمی که تلویزیون هست، شما ضرر خواهید کرد. وقتی کاملا پیام پایانی، چون بیننده عزیزمون از تهران خانم سمیه پیام فرستادن، نوشتن برنامه شبکه نور عالیه، منتها از معدود دفعه‌ای است که دارم برنامه‌تون رو
زنده دنبال میکنم. انشاءالله همیشه برنامه ما رو دنبال کنید. شب و روز خوش، خدایا رو نگهدارتون. اصلا مشکل جوونا رو خودشون باید حل کنن. که مسلمون یکی خون انسانا رو حلال بده نامش رو سببش خود خونا داره. نه به نظر من ما اسلام و کلا درست این برای روی منبر حجاب اجباری برای زندگیه. 100 هزار سوری خونش گردن علمای جامعه باید عمل کنن به خاطر همین شبکه‌های خراب ماها.